سریال به اصطلاح کمدی آفتاب پرست با بازی پژمان جمشیدی و کارگردانی بردو نیک نژاد. ببینیمش یا نه؟ سلام رفقا، من امیررضا، اینجا کانال مکافینه، کانالی که قراره توش در مورد فیلم و سریال و حواشی و همه چیش صحبت کنیم. امروز هم می‌خوایم سریال آفتاب پرست رو هم بررسی کنیم، پس برو بریم. اول کار می‌خوام یکم راجع به بردو نیک نژاد کارگردان و کار با هم صحبت کنیم. بردو نیک نژاد و من به شخصه دوستش دارم، یعنی کاراشو دوست دارم و به نظرم سریالای کمدی که چه نوشته چه ساخته توی تلویزیون کارای با ارزشه، به خصوص بعد از اون تموم شدن اون دوره کسایی مثل رضا عطاران و مهران مدیری، اونا که دیگه سریال تو تلویزیون نساختن. سریال بردو نیک نژاد، چه اونا که نوشته بود چه اونا که خودش کارگردانی کرده بود، سریال کمدی قابل قبول و قابل دیدنی بودن توی دوره توی تلویزیون، حالا تو شبکه‌های مختلف و حتی فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی اوکی هم داره، حالا در حد خودش فیلم‌ها سینمایی خوبی هم داره و سریالاش که به نظر من توی دوره خیلی قابل قبول بود. اما تو این سریال من واقعا تعجب کردم از چیزی که دیدم و اصلا انتظارشو نداشتم که از بردو نیک نژاد این سریال رو ببینم و فکر نمی‌کردم به این زودی ها یه سریال از بردو نیک نژاد ببینم که با کمدی چالش داشته باشم، یعنی با اینکه کلا کمدی هست یا نه چالش اصلی این باشه و خیلی واقعا ناراحتم از این اتفاق. اول بخوام در مورد تیتراژ یه نکته سری بگم. تیتراژ از نظر کار گرافیکی و بصری و اون کاری که شده کار جذابی و نمره خوبی از من میگیره، ولی اون آهنگی که حالا آریا عظیمی نژاد هم کارش کرده رو که با اصوات انسان صدای دهنه خیلی نبودم. البته بعد که رفتیم تو فیلم و اینو یه جایی از فیلم وجود داشت این صدای این موسیقی که با صدای انسانه، اونجا باش اوکی تر بودم حقیقتا. تو تیتراژ یکم برام یه جوری بود، ولی تو خود فیلم باز یکم باحال بود و یه جذابیت این میداد. سکانس افتتاحیه، یعنی اونجایی که شما چک اول، چک منفی منظورم، بعض ما تو فیلم و سریال چک مثبت میخوریم، ولی اینجا تو این فیلم یه چند تا چک منفی داریم، جایی که واقعا یه شوکی به آدم وارد میشه و تو ذوق آدم میخوره، همون سکانس افتتاحی اول اینجاست. خود سکانس افتتاحی که خیلی بده به کنار، بازی باران کوسری به قدری بده که واقعا اذیت میکنه. من اول فکر کردم به خاطر اینکه خب من خیلی این نوع کمدی رو از باران کوسری ندیدیم، شاید به خاطر اون اولین بار داریم باهاش مواجه میشیم تو سکانس های بعدی یکم راحت تر بشه از مشکل، ولی هرچی فیلم رفت سریال رفت جلو توی حالا همون قسمت 1-2 واقعا یه جوری بود این بازی باران کوسری که واقعا آدم اذیت میکرد و من سکانس هایی که باران کوسری هست رو به سختی داشتم میدیدم. نوع کمدیش اصلا شبیه کمدی که قابل قبول باشه نیست، انگار به زور آوردنش داره کمدی بازی میکنه و هیچ میلی نداره که این کارو بکنه و این خیلی بده. راجع به بقیه بازیگران بخوام بگم، حالا همه در حد متوسطی اوکی بودن. پژمان جمشیدی یکم باز بهتر بود که البته اونم خیلی خارق‌العاده و فوق‌العاده نبود، ولی باز اوکی تر بود. ولی همون باران کوسری که خیلی بد بود، بقیه هم واقعا چیزی نبود که بخوایم یه پوینت و امتیازی بدیم به تیم بازیگری یا یه بازیگر خاص و این زیاد جالب نیست. یه نکته هم میخوام سریع دوباره از روش رد شم، نکته بس سانسورایی که وجود داره که الان این دیگه تقصیر فیلمساز و سریال ساز ما نیست، اینه که یه سانسورای کلامی مود شده تو سریال های شبکه نمایش خانگی هم ما زیاد میبینیم که اینا اومدن یه چیزی رو گفتن ولی بعدش چون ممیزی خورده طرف خود مثلا بازیگر اومده دوباره یه وایسی گرفته و گذاشتن رو اونجا، که حالا یکی دو جا تو این من دو قسمت دو سه جا میشه گفت دیدم که یکیش واقعا خیلی بد بود به خاطر اینکه اصلا شوخی رو از این برده بود، اون شوخی که گفته شده با اون کلمه اولیه‌ای که معلومم هست توی لیپسینگی که میکنن معلومه که چیه و اون با اون شوخی مزه میده، ولی به خاطر کلمه عوض شده اصلا شوخی بی‌معناش، اصلا دیگه شوخی نیست و واقعا خیلی این جای ناراحتی داره که ما این ممیزی و این سانسورای بیخود و بی‌جهت رو داریم. متاسفانه طولی نمیکشه که ما چک منفی دومم و اون توزو خوردن دومم میبینیم، فکر کنم حدود دقیقه 18-20 همون قسمت یکه. ما یه جا شما این سکانس رو تصور کنید، جمال و منوچه دو تا رفیقم توی خونن میخوام برن خلاف و دزدی اینا، با هم دیگه یه سنگ از قایچی میکنن، منوچهر مجبور میشه لباس زنونه بپوشه که کار اینا بگیره و خودش هم خیلی ناراحت از این اتفاق، میترسه کسی ببینتش و فلان و اینا. همین هی مادر جلال سر میرسه، مادر جلال سر میرسه، ولی یه جوریه که هم منوچهر رو هم اول نمیبینه، یعنی منوچهر میفهمه که مادر جلال اومده و یه جای قایم شده.
منوچهر تو این مدت یه چند دقیقه چند ثانیه‌ای که طول میکشه که تا اون اتفاق بیفته فرصت داره که این یک شال یک مانتو رو در بیاره. یعنی واقعا یک شال مانتو در آوردن فکر کنم یک دقیقه که کمتر 20 30 ثانیه میشه شال مانتو رو سری در آورد. این کارو نمیکنه و حتی میتونه اونجا یه جورایی انقدر خوب مخفی بشه که اصلا مادر جلال رو نبینه. این کارم نمیکنه. حالا با یه اتفاق میاد بیرون فقط صرفا به خاطر اینکه فیلمساز میخواد ما مواجه این دوتا رو ببینیم، ولی هیچ منطق و هیچ استدلالی پشت این نیست. واقعا این اذیت میکنه که فیلمساز ما رو چی فرض کرده که مثلا اگه اون نمیخواد ببینش خب یه لحظه مانتو و روسری رو در بیاره، اگه نمیخواد ببینش یه لحظه اونجا قایم بشه، یه لحظه اونجا بمونه که نیاد ببین. چون صرفا میخواد این تقابل ایجاد بشه بدون هیچ، یعنی با ساده انگارانه ترین وضعیت این دوتا رو در رو میکنی و این واقعا اذیت میکنه. که بیشترین چیزی که تو فیلم سایتال آدم اذیت میکنه اینه که اون فیلمساز تو رو دست کم بگیره. این خیلی بده. یه نکته دیگه که من به نظرم رسید، حالا اینو اصلا کاری به منفی و مثبتش ندارم و نمیدونم هم چقدر درسته، شاید اشتباه کنم، ولی به نظرم رسید و دوستانم در موردش صحبت کنم، اینه که من اسم میکنم این فیلمنامه قدیم نوشته شده، یعنی مال چند سال قبله. دو تا دلیلم براشه. نکته اولش اینه که ما یه خبرنگاری داریم که توی مجله داره کار میکنه و به خاطر مجله فیزیکی خب چاپی و به خاطر اینکه و میخواد با فساد مبارزه کنه و به قول خودش توی میدان مبارزه با فساد و فلان و اینا و این مجبوره هی مثلا سر و کله بزنه با مدیر مسئول و فلان و اینا به خاطر اینکه مقالاتش چاپ بشه و اینا و فلان و بعد. نکته‌ای که وجود داره توی الان دنیایی که ما شبکه‌های اجتماعی هست، اصلا خیلی خبرنگار ما داریم که کلا اصلا کاری به مجله و اینا ندارن، خبرنگارای دیگه فردی شدن، برند فردی دارن خب و برند شخصی، یعنی اینا خودشون پیج دارن، پیجاشون بازدیدهای خوبی میگیره و اخبار رو منتشر میکنن، اطلاعاتی اگه واقعا دارن منتشر میکنن دیگه نیازی نیست منت مثلا سردبیر رو بکشی، خیلی هم بازدیدها خوبه، اکثر آدما دیگه سراغ مجله چاپی نمیرن، تو شبکه‌های اجتماعی هم و این مشخصه که این الان دغدغه امروزی انسان نیست، یه خبرنگار نیست، این مال مثلا 10 15 سال شاید پیش باشه و این یکم بده از یه نظر، چون ما الان داریم می‌بینیم که اینجوری نیست و اگه تو یه خبرنگار باشی و بخوای مبارزه کنی تو همه شبکه‌های اجتماعی می‌تونی این کارو به راحتی انجام بدی. خب و این چالشایی که با مثلا اون مجله پیش میاد یکم دیگه برای ما غیر جذاب میشه و اذیت کننده میشه. یه نکته دومی هست که حالا دوم خیلی پررنگ نیست، ولی بحث مسابقات تلویزیونی و اینکه یه نفر شرکت کنه تو مسابقات تلویزیونی و جایزه بگیره و اینا، اینا خیلی کم رنگ شده الان و به عنوان یک شوخی توی فیلم و اینا خیلی جایگاه پایینی داره. من به این دلیل به خصوص دلیل اول اسم می‌کنم که این فیلمنامه یه مقدار فیلمنامه قدیمی بوده و حالا ساخته شده. اما به غیر از اون چکمک‌های کوچولو و تو خوردنی که ما داریم، بزرگترین مسئله که همون اولا من اشاره بهش کردم بحث شوخی، ضعف در شوخی و کمدی. اصلا سریال خنده‌دار نیست به اون صورت. یعنی شما من بعد دو قسمت واقعا میتونم بگم 3-4 جای پوزخند یا لبخند زدم. اصلا اینجوری نیست که شما رو بخندونه، برخلاف کارهای قبلی خود تا برزونیت نجات، یعنی از اونها هم یه چند رد پایین‌تر قرار می‌گیره از لحاظ کمدی. یعنی من تا دقیقه 40 فکر می‌کنم شوخی نبود که راحت آدمو بخندونه و واقعا این ضعف بود. شوخی‌ها ساده انگارانه، یعنی بدوی‌ترین چیزی که می‌تونه به فکر یک نویسنده کمدی بیاد برای شوخی استفاده شده. بعضی‌ها اصلا شوخی‌ها اونجا جایگاهی نداره تو اون مکان. بعضی شوخی‌ها قابل پیش‌بینیه، مثلا اینکه توی از یه نفر تصور اینو داری که یکی دیگه باشه، بعد ببینیش مثلا الان خوشگل‌تر شده، مثلا یه دختری. خب این چیزیه که اصلا واقعا دیگه جایگاهی به اون صورت به عنوان شوخی نداره و این خیلی اذیت میکنه که تو انتظار داری با این سریال کمدی روبرو بشی ولی اصلا نمیبینی همچین خبری نیست، کمدی نیست به اون صورت. به نظر من یه کوچولو پژمان جمشیدی با اون لحنی که داره، نوع کلامایی که میگه، نوع تیکایی که بعضی موقع حتی با خودش داره داد و بیداد میکنه میگه، یه جایی اون یک وزنه ای داده به فیلم که اونم خیلی وزنه سنگینی نیست، یه وزنه خیلی سبکیه که حالا وجود داره و یک بار کوچولویی رو تونسته برداره، ولی همچنان این ضعف مشهود و اذیت کننده است. ما توی قسمت دوم سریال وارد روایت موازی میشیم، یعنی ما میخوام یک شب در یک شب خبرنگار رو داریم که میخواد بره یه جایی در حال حالا اطلاعات گرفتن برای مبارزه با فساد و اینا، یه جا هم جمال یعنی پژمان جمشیدی داریم که داره یه سری کار انجام. ما زمانی که روایت موازی رو میخوایم انجام بدیم دو تا نکته توش خیلی مهمه.
نکته اولی که مهمه اینه که نوع سویچ شدن ها چجوریه. زمانی که شما کات میکنی که بری اون روایت، کجای این روایت و کجای اون یکی روایت، هم باید یه جوری بری که تو این روایت یه جوری باشه که مخاطب منتظر بمونه که بخواد برگرده ببینه ادامهش چی شده، هم زمانی که داری میری تو روایت دومه باید یه جای کار بری که یه فعل و انفعالات مهمی اینجا شکل گرفته باشه و هر و حتی توی بعضی شکلای خیلی پیچیده تر رو میشه گفت ارتقا یافته تر سینما، کارگردان ها میان یه جوری این کاتا رو میدن بین روایت و کسا اینا به هم ربط پیدا میکنن. یعنی شما این کاته یه جایی که اصلا یه دفعه ربط پیدا میکنه به اون روایت، با یه شوخی، با یک اصطلاح، با یه فکر کردن در مورد یه چیزی، ولی اینجا واقعا کاتا بی‌معنا زده میشه. یعنی شما صرفا یه کات میزنی از این روایت، انگار یه تدوینگر نشسته صرفا چند تا قیچی رو گذاشته و همینجوری فقط بریده و جابجا کرد. نکته دوم منفی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که وقتی شما وارد یه روایت میشی از روایت قبل، از روایت دیگه، باید اونجا یه اتفاق خاصی بیفته دیگه، وگرنه برای چی وارد شد؟ ما یکی دو جا داریم تو اون روایت خبرنگار صرفا فقط همینجوری انگار وایستاده منتظر یه اتفاقیه، میریم همونجا باش منتظر مونیم برمیاد. یعنی هیچ اتفاق خاصی، کنشی، واکنشی، اطلاعاتی، هیچی، هیچ صحنه‌ای که قابل درک و قابل بررسی و دیدن باشه اصلا وجود نداره توی یکی دو ساعت، و خب این چیز بدیه، چیز منفی محسوب میشه. و تو همون قسمت دوم ما حالا با یه سری خلافکار سر و کار داریم، خلافکار کله گنده، راندخوره، اختلاسگر، حالا اصلا یه چیز بالایی از نظر سطح خلافکاری. نکته که وجود داره اینه که اصلا این خلافکارا اون حس رو به ما نمیدن که اینا یه سری خلافکار کله گندن، یعنی نه حس اون ترس و وحشتی که شما از یه خلافکار گنده میگیری، نه حس اون عظمته، نه حس اون که اینا چقدر کثافتن که دارن این خلافا رو میکنن، چقدر ما رو بیچاره کردن و فلان، هیچ کدوم از اینا وجود نداره، به خاطر اینکه اصلا اونا در نیومدن. به خاطر اینکه شما زمانی که مثل سریالای دهه 80 تلویزیون بخوای با آب پرتقال و آب آلبالو و موی دم اسبی و سیگار و رقص نور و اینا این خلافکارا رو به ما داری نشون میدی که واقعا جای تعجب داره از بورزونیک نجات، این خب اینو در نمیاد، اینو حس واو نمیدن. من اگه بخوام با یه چیز بکر مقایسهش کنم که یه مقایسه اتفاقا با یه سریال ایرانی، تو سریال یاغی فکر کنم قسمت 9 ما اون مجللی که میبینیم با بازی فرهاد اصلانی، یه خلافکار بزرگه که این خلافکار بزرگ واقعا اون حس بزرگی رو توی یه سکانس به ما میده. یعنی ما کلا یه سکانس رو میبینیم ولی واقعا یه جوری معرفی میشه، یه جوری توی یک جایگاهی دیده میشه به عنوان یک شخصیت خلافکار برای ما که واقعا اون حس رو ازش میگیریم، حس وحشت، ترس، حس بد اومدن، حس بزرگ بودن از نظر خلافکار. ولی تو این فیلم اصلا این وجود نداره و خیلی زننده است و حتی میتونم اینو به شخصیت دیگه هم تعمیم بدم. یعنی مثلا هم خبرنگارم چیزی که انگار داره به ما معرفی میشه یه خبرنگار خیلی سرتق، یه دنده‌ای که میخواد با فساد مبارزه کنه، سرک میکشه، خیلی جنگجوه، جسور، فلانه، ولی اصلا این شکلی نیست، این حس ما نمیده، این حس همزادپنداری ایجاد نمیشه که ما دوستش داشته باشیم که بگیم دمت گرم برو جلو خیلی داری کار خوبی میکنی. اصلا این حس یه آدم خنگ ضعیف فقط فضول به ما میده، این از ضعف شخصیت پردازی حالا از اول تو فیلم نامه تا خود بازی. و خب اینا نکات منفیه یکم بزرگ فیلم. در پایان من واقعا انتظار همچین کمدی ضعیف نه، به نظرم بهتره نگم کمدی، چون اصلا کمدی شکل نگرفته که ضعیفی قوی باشه. واقعا توقع همچین سریالی نشه باشم که به اسم کمدی ولی هیچ کمدی توش نباشه و سریال خیلی قوی هم نباشه، به خصوص از بورزونیک نجات این انتظار نداشتم و واقعا به نظرم وقت تلف کردن بود دیدن این دو قسمت. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین، اگه نه توی کامنت ها بهم بگید چرا نه، نظری، انتقاد، پیشنهاد، هر چی داشتین بگید. اگر هم سریال رو دیدین، نظرتون مخالف یا نظر جدید دارین یا چیز دیگه می‌خواید بگین، لطفاً تو کامنت ها بگین. اگه به حوزه فیلم و سریال و بررسی و حاشیه‌هاش و معرفیشون علاقه دارین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین که قرار کلی ویدیو داشته باشیم. خیلی مخلصم فعلاً.